درود به همه شما هموطنان عزیز. امروز میخواستم یه سری از برنامه‌های سفر به کشور بلاروس رو برای شما تنظیم و تهیه کنم. در اولین قسمت این سفر که متاسفانه فیلماشو گرفتم ولی هنوز ادیت نکردم، سفر با قطار از شهر مونیخ آلمان به برلین بود. قسمت دوم سفر از برلین با هواپیمای رایانر به سمت کشور لیتوانی، پایتخت شهر ویلنوس بود و بعد از اون با اتوبوس از ویلنوس به شهر مینسک، پایتخت بلاروس، و از اونجا هم با قطار به شهرهای دیگه. امروز غروب میخوام از شهر گرودنو، یکی از شهرهای قلب بلاروس در همجواری و نزدیکی مرز لهستان، به سمت شهر گومل برم. این شهر گومل یه شهری تقریبا در مرز اوکراین واقع شده و مردم مرزی بلاروس، اونهایی که مرز مشترک با لهستان دارن یا با اوکراین دارن، خیلی از شباهت‌های زبانی هم با این کشورها دارن. زبان اصلی این کشور زبان روسیه، زبان دومشون زبان بلاروس هست. خیلی از دخترهای جوان باهاشون صحبت میکنیم، دانشجوه، با وجود اینکه این زبان رو کاملا بلدن ولی نمیتونن صحبت کنن. بعضیا فقط 100% یا 95% متوجه میشن ولی هنوز توانایی صحبتشو ندارن. بعضیا به طور کامل صحبت میکنن. این یک توضیح مختصری در مورد زبان‌های این کشور بود. شباهت زبانی در قسمت‌های مرزی یا شباهت کلی زبانی در بلاروس با زبان‌های لهستانی و اوکراینی هم وجود داره. یه سری جملات هست که اینها مشترکاً استفاده می‌کنن یا کلمات. در دید اول به عنوان یه ایرانی چیزی رو که شما در این کشور می‌بینید اینه که نظافت. واقعا اینا لباسای سفید و تر و تمیزی دارن، لباسای روشنی دارن. کاملا لباساشون نشون میده که اینا هر روز یه لباس تازه و تر و تمیز میپوشن. همش بوی اتکلون میدن. حتی موها رو که شما نگاه میکنید کاملا موهاشون کاملا موهاشون قشنگ تازه اصلاح شده، تر و تمیز. واقعا آدمای تمیزی هستن. همینجور تو خیابونا که داریم الان میریم، برای مثال آشغال شما نمیبینید تو خیابون، از اینکه آشغال بریزن و یکی نمیدونم بستنی خورد اونو بندازه و یکی نمیدونم نوشابه خورد اینو بندازه و نمیدونم یکی مارشایی خورد شیشهشو بندازه اونجا، از اینجور کارا نمیبینید. مردم به نظافت واقعا اینجا اهمیت میدن و من جای تعجب برام بود، چون در کشور آلمان نظافت به اون صورت مهم نیست، به اون صورتی که اینجا این مردم به نظافت اهمیت میدن. در مورد آب و هوای اینجا باید بگم واقعا آب و هوای خوب و تابستونی و گرمی داره. حتی خورشید خیلی وقتا میسوزونه پوست آدم رو الان، در صورتی که روزهای متمادی است در آلمان بارون میاد و سرد شده، ولی اینجا هنوز آب و هوای خیلی خوبی داره. اینجا زمستونهای سردی داره، به جز اون مثلا یک ماه و نیمی که در زمستون خیلی سرد و منفی نمیدونم 10 و 20 درجه میشه، در غیر این صورت هوای خوبی داره. همه جا سرسبز، رودخونهای اینا تا وسط تابستون تا اون بالا تا اون جایی که جا داره پر آبه. یعنی اینا در این کشور جز سرسبزی و آب هیچ مشکلی دیگه ندارن. یکی از موضوعاتی رو که میخواستم براتون توضیح بدم موضوع مهاجرینی که هست که میان در این کشور. من از کشورهای مختلفی مهاجر دیدم اینجا ولی همشون در حال عبورن، یعنی به طور قانونی و غیر قانونی سعی میکنن از این کشور رد بشن و به مرز لهستان یا مرز لیتوانی خودشونو برسونن. حالا گفتم به هر عنوانی، یا قانونی یا غیر قانونی، که از اون طریق وارد اتحادیه اروپا بشن. در مورد کار و زندگی این مردم هم یه توضیح کوچیکی براتون بدم. این مردم 99%شون کار دارن. یعنی اینجا تنها کشوریه که مثلا در این دور و اطراف من میشناسم اگر کسی کار نداشته باشه یه مالیات یا یه جریمه‌ای باید به دولت بده.
آدمی که به درد هیچ کاری نمیخوره این وظیفش هست که به جامعه و دولت یه مالیاتی بده. برخلاف کشورهای دیگه آدم بیکار پا رو پا میذاره و پول درمیاره، اینجا باید یک مالیات و جریمه هم بدن. Здравствуйте, девушки. Где едешь? Что? Где едешь? Куда? Куда? Кафе? We are going to bring the documents. Ah, perfect. For our exam. Ciao. ببخشید به خاطر این قطع کوتاه. در هر حال اینجا دیروز جشن کشوریشون بود، ببخشید جشن این شهر بود، یعنی بنای این شهر رو حدود 860-70 سال پیش گذاشته بودن، الان هم دارن این قسمت‌های جشن رو همه رو جمع میکنن، چون موزیک و خیلی چیزهای دیگه بود داشتن جمع میکردن. اینجا من این کلیسا رو بهتون نشون بدم، واقعا کلیسای قشنگیه. در اصل یک کلیسای لهستانی هست، چون اینجا این کلیساها و بعضی از مردمشون کاتولیک هستن و به همین دلیل خیلی در روز توریستان میان که این کلیسا رو ببینن.